سلام دوستان عزیزم، میخوام براتون نان پیده درست کنم. خیلی خوشمزه است. 1 کیلو آرد سبوس‌دار رو الگ کردم. 22 گرم ماهی خمیر دارم، با یه مقدار آب مخلوط میکنم. 1 قاشق خیلی پر نمک به آرد اضافه میکنم. 200 میلی‌لیتر آب گرم رو به خمیر به آرد اضافه میکنم. 1 خمیر رو اضافه میکنم. تقریبا 500 میلی لیتر آب اضافه کردم. این خمیرش باستی یه مقداری شل باشه. همینطور که همیشه بهتون گفتم، هر چقدر که خمیر بچسبه ما بایستی وزش بدیم. یعنی الان چقدر خمیر من بچسبه من وزش میدم، اصلا نگاه به خمیر نمی کنم، میچسبه نمیچسبه وزش میدم. 5 دقیقه وزش دادم، حتما اون 5 دقیقه وزش رو بهش بدید. الان میبرم میذارم یه جای گرم استراحت کنه. یه پلاستیک روش میکشم میذارم داخل فر گرم 45 دقیقه استراحت کنه. 1 قاشق پر از این آرد سبوس‌دار میریزم داخل این کاسه. یه مقدار آب میریزم، آب سرد، و خوب مخلوطش میکنم. یه قاشق سرخالی دوباره بهش اضافه میکنم آردو. یه مقداری آب جوش رو کم کم بهش اضافه میکنم و تون تون هم میزنم. یه همچین مایه به دست میاد. ببینید یه مایه خیلی شل. اینو میذارم کنار. خب اینم بعد از استراحتی که به خمیرم دادم. ببینید خمیر خیلی خوب بر اومده. یه مقدار آرد بهش میزنم و خمیر رو جمع میکنم. یه مقدار آرد میریزم رو میز کارم، خمیر رو روش ورز میدم یه کوچولو.
یه مقدار سبوس رو میریزم، یه مقدار آرد مخلوطش میکنم. بینشه خمیرش خیلی واسه شل باشه. قرارش میدم رو همین آرد و سبوسی که با هم دیگه مخلوط کردم. خب اینو اینطوری 4 تا دونه درستش کردم، رو آرد و سبوس قرار دادم، یه پارچه تمیز روش میندازم میذارم 20 دقیقه استراحت کنه. دوباره خب اینم بعد از استراحتی که بهشون دادم، به این صورت بازش میکنم خمیر رو. سینی فرو نه چربش کردم نه کاغذ، هیچ کارش نکردم. به این شکل قرارش میدم داخل سینی. یه مقداری کنجد میزنم روش. یه مقدار سیاه‌دونه میزنم. خب بعد از کنجد و سیاه‌دونه‌ای که زدم روی نونم، فرو من 10 دقیقه قبل به درجه 250 سانتیگراد گرمش کردم. نونو میبرم میذارم طبقه وسط فر. مدت پختش 15 دقیقه هست. اگر که میخواید نونتون نازکتر باشه بیشتر بکشید، اگر که میخواید زخیمتر باشه که همین خوبه دیگه. بعد از اینکه از فر درش آوردید، یه مقداری آب سرد رو بهش بزنید. با آب سرد روش اینطوری بزنید که بعداً نونتون خشک نشه. یه پارچه تمیز روش میندازم میذارم 10 دقیقه بمونه. دوستان نازنینم، نان پیده آماده شد. امیدوارم که همین امشب برای خودتون درست کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.